پایان دوره تحریم تسلیحاتی در قطعنامه پس از برجام. آمریکا اما روایت دیگری دارد. دولت ترامپ هشدار داده که خرید و فروش اسلحه با ایران همچنان ممنوع است. در 60 دقیقه امشب از یک تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی میپرسیم آیا ایران حالا میتواند به راحتی وارد تجارت اسلحه شود؟ همچنین خواهیم پرسید با توجه به شرایط تحریم آیا ایران توان مالی کافی برای خرید تسلیحات مورد نیازش را دارد و آیا آنطور که تبلیغ می‌کند عملاً بهره ای از لغو تحریم تسلیحاتی خواهد برد؟ همچنین در برنامه امشب داروخانه ها اغلب یا میگن نداریم یا بیشتر از یه دونه نمیدیم. خب برای مریض دیابتی که 400 واحد روزی انسولین میزنه یه دونه دردی و دوا نمی کنه. کمبود انسولین قلمی برای مبتلایان به دیابت در ایران. سازمان غذا و دارو میگوید علتش تحریم های بانکی است. عبدالله عبدالله در تهران بعد از سفر به هند و پاکستان در روند صلح افغانستان ایران چه نقشی بازی می کند؟ نمیدونم چجوری توصیف کنم این مسیر رو. خیلی خطرناک بود و اگر به عقب برگردم هیچ وقت این راه رو امتحان نمی کنم. و نگرانی از ابتلا به کرونا بعد از عبور سخت از کانال مانش. حکایت پناهجویانی که با قایق عازم بریتانیا می شوند اما با رسیدن به ساحل آرامش نمی یابند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دولت ایران امروز 5 سالگی اجرای توافق برجام را روزی نمادین و تاریخی می‌داند. روزی که دوره تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد به پایان رسید، البته بر اساس قطعنامه 2231. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که برداشته شدن این محدودیت یعنی تقویت توان دفاعی ایران به نفع صلح در منطقه. ولی وزیر خارجه آمریکا به تندی واکنش نشان داده. او گفته که آمریکا قطعنامه 2231 را منتفی می‌داند. به همین دلیل هر کشوری که با ایران وارد معامله تسلیحاتی شود را تحریم می‌کند. او قبلا به اروپایی‌ها طعنه زده بود که با آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران همکاری لازم را نکردند و پایتخت‌های خود را در تیررس تهران قرار دادند. بر فرض اینکه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل به پایان رسیده باشد، آیا ایران می‌تواند اسلحه خرید و فروش کند؟ با کدام پول در این وضعیت مالی نابسامان اگر بخواهد بخرد؟ به کدام مشتری با این سطح از تهدیدهای آمریکا اگر بخواهد بفروشد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. کمی بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ، پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع تسلیحاتی و دفاعی در بغداد، ایران هم حضور داشت، اگرچه با ماکت چند کشتی و هوورکرافت. ایران با توافق هسته‌ای به امروز امید بسته بود، برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی، روزی که بتواند پیشرفته ترین هواپیماها و سیستم های دفاعی هوایی را بخرد و تولیداتش را هم به کشورهای همسایه بفروشد. 4 سال سر این با آمریکا جنگیدیم. 4 سال بود آمریکا این در و اون در میزد. این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که هفته گذشته به پیشواز امروز رفت. آمریکا موفق نشد. اونهایی که میگن برجام برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام. تحریم تسلیحاتی رو برداشت. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم. وزارت خارجه ایران حالا بیانیه‌ای منتشر کرده برای تاکید بر رد ادعاهای آمریکا که میگوید تحریم‌های تسلیحاتی همچنان به قدرت خود باقی است. در این بیانیه گفته شده که ایران از کشورهای مختلف انتظار دارد که سیاستهایشان را با این تحول تازه تطبیق بدهند و اقدامهای آمریکا غیر قانونی است. وزارت خارجه ایران این چند صفحه اسناد را هم منتشر کرده که میگوید روشن میکند که بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل تمام محدودیت‌ها از امروز برداشته میشود و از جمله منع سفر 10 نفر از شخصیت‌ها.
قبلا قطعنامه 2231 در یکی از ضمیمه‌هایش اسامی 43 نفر از شخصیت‌های ایرانی، از فرماندهان سپاه پاسداران و افراد درگیر در برنامه هسته‌ای ایران را فهرست کرده بود که منع سفر آنها قرار بود امروز برداشته شود و همچنین تحریم 78 شرکت و سازمان ایرانی که حالا ایران می‌گوید محدودیت‌های همه آنها برداشته شده است. اما تبدیل این شکست آمریکا به یک دستاورد راهبردی برای ملت ایران چیزی نیست که فقط با سخنرانی اتفاق بیفتد، بلکه باید گام‌های مهمی در واکنش متناسب و بازدارنده در قبال فشارهای بیشتر آمریکا و همچنین فروش و خرید سلاح انجام پذیرد. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرده است و میگوید هر نوع فروش اسلحه به ایران نقض قطعنامه‌های 1929 و 1747 سازمان ملل است و آمریکا نمیگذارد کسی به ایران اسلحه بفروشد. پیامی که مایک پومپو در توییتی بر آن تاکید کرد. هیچ کشوری که خواهان خاورمیانه ای صلح‌آمیز باشد به ایران تسلیحات نمی فروشد. ایران هر اسلحه ای را که بخرد برای پیشبرد تندروی‌هایش به کار می گیرد. ما با استفاده از اختیارات داخلی خودمان اشخاص یا سازمان هایی را که به فروش سلاح به ایران کمک کنند تحریم خواهیم کرد. اما ایران امروز به علت تحریم های آمریکا تحت شدیدترین محدودیت های تجارتی است که فروش اسلحه به ایران را تقریبا غیر ممکن می کند. حتی از سوی همپیمانان ایران، روسیه و چین. محدودیت هایی که پولی را هم برای ایران برای خرید به جز خرید کالاهای اساسی، غذا و دارو باقی نگذاشته است. برداشته شدن تحریم ها حتی اگر بحثی درباره آن نباشد ممکن است چیزی را عوض نکند. کسرانجی بی بی سی. ریچارد وایتس، پژوهشگر ارشد و مدیر مرکز تحلیل سیاسی و نظامی در مؤسسه هاتسون از آرلینگتون در ایالت ویرجینیای آمریکا با ما هستند. آقای وایتس، دو هفته بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده. از نظر شما این شکست دیپلماسی دولت ترامپ نیست؟ Well, I think that it was going to be difficult to withdraw from the Iran agreement and then try and به نظر من از همون اول همین مشکل بود که بخوایم از برجام خارج بشیم و بعد از عضویت سابقمون در برجام استفاده بکنیم به عنوان توجیهگر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. اما اینکه ببینیم آیا کشورهای دیگر برای فروش اسلحه به ایران حاضرند تحریم های یک جانبه آمریکا رو ریسک بکنند و به قول آمریکا شرکت هایی که با ایران داد و ستد بکنن اون موقع نمیتونن با آمریکا داد و ستد بکنن، از جمله داد و ستدهای نظامی، شاید این جواب بده. اما در دراز مدت شاید تأثیر داشته باشه در حل نهایی مشکلات ایران و آمریکا. اگر دونالد ترامپ در انتخابات برنده بشه، شاید ایران احساس بکنه نیاز داره که با آمریکا مصالحه بکنه. اگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برنده بشه، شاید اونها هم دوباره مصالحه بکنن. ولی اگر جو بایدن برنده بشه، احتمالاً بحث برجام احیا خواهد شد، ولی لحاظ تحریم تسلیحاتی شاید لازم باشه که به توافق جدید برسن. به تحریم‌های یک جانبه آمریکا اشاره کردید. آقای پومپئو ظاهراً میخواد دیکته بکنه موضع آمریکا رو به کشورهای دیگه. آیا آمریکا در موقعیتی قرار گرفته که غیر از تحمیل خواسته خودش دیگه چاره‌ای نداره؟ ببینید، ایالات متحده از ابزارهای مختلفی رو در پیشبرد سیاستش در قبال ایران استفاده کرده، از جمله دیپلماسی، همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات متحده عربی، تلاش برای جلب حمایت
کشورهای مختلف در اروپا و آمریکا برای سیاست‌های خودش، اما علاوه بر اینها متکی بوده به تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌ها که در مورد اروپا بله بسیار خوب جواب داده که بله باعث میشه که شما ارادتون رو تحمیل بکنید به کشورهای کاری رو انجام بدن که نمیخوان انجام بدن، به نظر میاد جواب داده. اما چالش واقعی با چین و روسیه هستش، چون انقدر رابطه آمریکا الان بد شده با روسیه و چین که تهدید به تحریم اونها اون تأثیر رو ندارن که مثلا اروپا رو بخواد تهدید به تحریم بکنه. اما در دراز مدت اگر جو بایدن برنده بشه، شاید بعضی از اون حس‌های بدی که فشارهای آمریکا روی شرکای اروپاییش گذاشت شد یه ذره اینها کمتر بشد، در شاید ولی به جاش اگر دونالد ترامپ برنده بشه اروپایی‌ها مقاومت بیشتری نشون خواهد داد. اما همونطور که شما به درستی پرسیدین، بستگی به این خواهد داشت که رئیس جمهور آینده آمریکا چه کسی خواهد بود. شما خودتون برجام رو دنبال می‌کردید، وضعیت منطقه رو هم دنبال می‌کنید، خودتون از نظر شما اینی که آمریکا قطعنامه 2231 رو قبول نداره تا چه اندازه موضعش موضع درستیه، تا چه اندازه موضعش مطابق با قوانین بین المللی و معیارهای حقوقیه؟ The Trump administration lawyers are skilled in finding ways to justify. وکلای دولت آمریکا خوب مهارت دارن که بتونن توجیه پیدا بکنن برای سیاست‌های آمریکا. این از این. دولت ترامپ مدعی است که این حق رو داره، حق‌هایی که نه در برجام نهفته شده ولی در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده. ولی جو بایدن میتونه برگرده به توافق هسته‌ای و باید خودش مستحضر به حمایت بین‌المللی بدونه. بحث حقوق بین‌الملل یک ملاحظه خیلی قوی در این دولت، دولت دونالد ترامپ نبوده. و در نهایت آمریکا تونسته منابع مالی ایران رو محدود کنه، تقریبا بیشتر از اون چیزی که خیلی‌ها انتظارش رو داشتن. ولی همین برای نشان دادن موفقیت آقای ترامپ کافیه، خصوصا در این یکی دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری؟ زیاد در انتخابات آمریکا تأثیرگذار نخواهد بود. هیچ بحثی در حوزه سیاست خارجی واقعا تأثیر خیلی خاصی تو انتخابات نداره. بحث اینجا مربوط است به اقتصاد، بحث ویروس کرونا و این حس که آیا پرزیدنت ترامپ واقعا داره مثل یک رئیس جمهور رفتار میکنه و اینکه جو بایدن مثلا رئیس جمهور خوبی میشه یا نه، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، مسائل دیگه که هیچ ربطی به سیاست خارجی ندارن. بحث توافق هسته‌ای با ایران یا شکست این توافق واقعا ربطی به انتخابات آمریکا و دخلی در اون نداره. بله، تحریم ها باعث شده که ایران ضعیف‌تر بشه، نتونه اونقدر که لازم هست یا میخواد سلاح بخره. همین الان هم که این تحریم تسلیحاتی هم تموم شده، ایران پول چندانی نداره که بخواد سلاحی بخره و سلاحی نخواهد خرید فعلا. در این حال هم خب بله، ایران یه ذره تضعیف شده، نمیتونه آمریکا رو مثلا در حوزه‌های دیگه مثل لبنان به چالش بکشه، اما موضع ایران رو در ارتباط با برنامه هسته‌ایش تغییر نداده. برای همین باید دید اگر دونالد ترامپ دوباره در انتخابات برنده بشه، آیا چشم‌انداز 4 سال دیگر از این تحریم‌های سفت و سخت علیه ایران کافی خواهد بود که رهبران ایران متقاعد کنه که سیاست خودشون رو عوض بکنن و وارد مذاکره باهاش بشن یا نه؟ ممنونم از ریچارد وایتس، پژوهشگر ارشد و مدیر مرکز تحلیل سیاسی نظامی و مؤسسه هاتسون از آرلینگتون در ایالت ویرجینیا با ما. دو مهمان دیگه داریم. سینا عزادی، پژوهشگر رابطه بین الملل در شورای آتلانتیک از تامپای فلوریدا با ما هستن و همینطور فرهاد علوی، حقوقدان از واشنگتن دی سی. سوال اول رو از آقای عزادی میپرسم. آقای عزادی، چه بهره میبره ایران از انقضای تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد اگر بخوایم در منشأ عمل صحبت بکنیم؟ از لحاظ عملی به نظرم دو تا مسئله مهم هستش. یکی جنبه داخلی هستش که آقای روحانی و تیمشون
بر مخالفان داخلی برجام میتونن یک دستاوردی رو نشون بدن و بگن که ما این همه ضرر کردیم، آمریکا تحریم‌هاشو برگردون، ولی در آخر این هستش که ما حداقل به صورت قانونی میتونیم اسلحه بخریم. حالا اینه که واقعا چقدر ایران بتونه اسلحه بخره این یه بحث جداییه. ولی یه بحث دیگه هم هستش، بحث بین‌المللیشه. من توییت آقای ظریف رو میگم و توییت آقای پومپئو. آقای ظریف خیلی تاکیدشون در توییتی کردن در بحث چند جانبه گرایی بودش و همکاری، ولی وقتی که توییت آقای پومپئو رو نگاه میکنین تاکید آقای پومپئو تاکیدشون بر قوانین داخلی آمریکا بود و تحریم‌های داخلی آمریکا که میتونه بر کشورهای دیگه اعمال بکنه. یعنی شما یک جوری داستان برعکس شده، یعنی دولت آمریکا داره از فشار میاره به دیگران که به ایران اصلا نفروشن، ولی ایران از اونور داره بر چند جانبه گرایی تاکید میکنه. به نظر من یک حالت جنبه پیروزی تبلیغاتی، پیروزی سیاسی که ایران میتونه نشون بده که بر به اصطلاح با دنبال کردن قوانین بین‌الملل الان میتونه اسلحه به صورت قانونی تهیه بکنه. حالا اینه که چقدر انجام بشه اینو واقعا باید در عمل دید. آقای علوی شما چی فکر میکنید؟ تا چه اندازه اگر عملی به قضیه نگاه بکنیم دست ایران باز شده برای اینکه وارد تجارت اسلحه بشه؟ به نظرم همونطور که آقای عزوزی فرمودن این موضوع کاملا به نظرم جنبه تبلیغاتی داره و واقعا به عنوان یه برد واسه دولت آقای روحانی در داخل ایران و هم بین عوام هم بین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، ولی در عمل فکر نکنم چیزی عوض بشه به اون صورت، برای اینکه هم چالش‌های به صورت چارچوب تحریمی که جای خود که واسه کالاهای خیلی ساده‌تر این هستش، علاوه بر این که این موضوع حساسیت فروش سلاح به ایران که الان در حال حاضر اتحادیه اروپا خودش تا 2023 تحریم کرده اینطور فروش ها رو، یک، و دو اینکه آمریکا هم با اون اگزیکیتیو اوردر فرمان رئیس جمهور روز 21 سپتامبر همین سه هفته پیش به اصطلاح این امکانو داده که آمریکا بتونه تحریم های ثانوی اعمال کنه روی اشخاص در کشورهای سوم که بخوان با ایران تو این حوزه معامله کنن. در نتیجه این الزاما نقض نمیکنه اون قطعنامه رو، ولی کن به آمریکا این اختیار رو میده که بتونه این فشار رو بذاره. در نتیجه من فکر نمیکنم که واقعا چیزی عوض بشه، فکر کنم بیشتر یه برد به اصطلاح سیاسی واسه مصرف داخلی در ایران. آقای عزودی شما هم نظر آقای علوی رو داشتید، ولی میهمان قبلی ما میگفتن که آمریکا چندان کنترلی بر چین و روسیه نداره، رابطه چین و مثلا آمریکا بسیار تنش آلوده، اگر اونها بخوان به ایران سلاح بفروشند چه محدودیتی هست، چه مانعی وجود داره؟ این همون بحثی هستش که گفتم آدم باید وارد جزئیاتش بشه. دقیقاً ببینید اتحادیه اروپا حتی اگر تحریم هم تا الان تا سال 2023 نمی بود، احتمال اینی که به ایران اسلحه بفروشه کمه و بین فروشنده های اصلی سلاح میمونه چین و روسیه. این دو باید در نظر گرفته شه، در نظر بگیریم که هیچ کدومشون با آمریکا رابطه خوبی ندارن. روسیه دلایل گنده خودشو داره، چین عملا رقیب جدی آمریکاست الان در به اصطلاح عرصه بین الملل. اینی که چقدر بخوان جلوی آمریکا وایسن، این واقعا به نظر من برمیگره به نوع روابط خودشون با دولت آمریکا. اگر دولتی بود مثلا دولت آقای اوباما یا حتی آقای جورج بوش یا اگر آقای بایدن انتخاب بشه، احتمال اینی که به اصطلاح این دوتا کشور از به اصطلاح با آمریکا همکاری کنن در این زمینه خیلی بیشتره. ولی زمانی که به آقای ترامپ میرسیم، من بعید نمیتونم بگم بعید میدونم، ولی احتمال اینی که چین و روسیه بخوان جلوی آمریکا وایسن خیلی بیشتر هستش. ولی به طور کلی اگر به گذشته نگاه بکنیم، دولت چین معمولا ایران رو فدای بازی‌های به اصطلاح سیاسیش میکنه، رقابت‌های بین‌المللیش میکنه با دولت آمریکا. روسیه هم که خب جای خودش داره. صحیح. آقای علوی، ایران با ماندن در برجام کار رو به جایی رسوند که خب آمریکا
در موقعیتی قرار گرفت که نتونست قطعنامه 2231 رو ملغا بکنه. بسیاری از کشورها یا تقریبا همه اعضای شورای امنیت به نفع ایران رأی دادند. آیا یک بازی حقوقی دیگه ای میتونه بکنه که آمریکا رو در معذوریت قرار بده، آمریکا رو دچار مشکل بکنه و بتونه به خرید و فروش سلاح خودش ادامه بده، مثلا با توسل به یک دادگاه بین المللی؟ والا نه، ولی اینکه ببینید این قطعنامه های سازمان ملل شورای امنیت لازم الاجرا هستن، ولی هر کشوری که عضو سازمان ملل هست میتونه خودش محدودیت های خودش رو اعمال بکنه طبق قوانین داخلی خودش. به این ترتیب قانون میگه که مثلا اگه شورای امنیت قطعنامه صادر کنه که بگه که مثلا فلان فروش یا معامله با این اشخاص ممنوعه، خب تمام اعضای سازمان ملل باید اینو اجرا کنن، ولی لازم نیست اون کشورها اون محدودیت‌ها رو بردارن بعدش. در نتیجه احتمال این که آمریکا اصلا احتیاجی به چنین چیزی داشته باشه به نظر من نیستش. ببینید دو نکته اینجا هست. یکی خب اینه که بعد آمریکا تلاش کرد، ما یادمونه که کم آمریکا تلاش نکرد که قطعنامه 2231 رو ملغا بکنه، به کشورهای متعددی مراجعه کرد. اگر هیچ اهمیتی نداشت چرا اینقدر آمریکا تلاش کرد؟ ببینید بیشتر یه موضوع نمادینه به نظر من، برای اینکه ببینید چون اقتصاد آمریکا اینقدر بزرگ هست، این تحریم‌های ثانوی در واقع تا حدی میشه گفت حرف اول رو میزنن در حال حاضر. حالا شاید این به طور به تدریج این عوض بشه، شاید 10 سال دیگه 20 سال دیگه در نتیجه، ولی خب چون این یه برد سیاسی میتونه محسوب بشه واسه ایران، خب این بالاخره هم یه چیزیه که ارزشمنده و خب آمریکا قطعا میخواد ایران رو در جمهوری اسلامی در واقع از این محروم کنه، ولی در حقیقت خب یکمی فرق میکنه با اون چیزی که ما در صحنه سیاسی و تو اخبار میبینیم. در نتیجه به نظرم این تهدیدی که ایران بتونه سلاح بخره، اولا راستش موضوع مالی هست که خودتون اشاره دادیم بهش قبلا، و اینی که آیا کشوری دیگه حاضر هستن به غیر از حالا چین و روسیه، و کلا موضوع اینی که آیا ایران اصلا امکاناتش رو داره یا خیر. در نتیجه به نظر من این بیشتر یه تلاشی بود واسه بالا آمریکایی آپتیکس، اون ظاهری که بسیار حفظ میشه، و بله همینطور هستش که چون آمریکا موفق نبود در این زمینه، دلیل بر این نمیشه که یه سیل سلاح به ایران بده، ولی کن یه چیزی بوده که در واقع باعث شده که دولت آقای روحانی اینو به عنوان یه برد تبلیغ کنن در داخل مملکت. آقای عزودی، اگر اینطور است که قطعنامه 2231 ارزش چندانی نداره از جهات متعددی، قوانین داخلی آمریکا قابل تحمیل هست بر بسیاری از مناسبات، آیا تأکید آقای ظریف بر روی چند جانبه گرایی هیچ معنا و مفهومی داره؟ آیا ما در جهانی تک قطبی زندگی نمی کنیم که آمریکا میتونه اراده خودش رو بر بقیه تحمیل کنه؟ ببینید متاسفانه وقتی که به حرف آقای ظریف درسته از لحاظ قانونی، یعنی عملا ایران داره قوانین سازمان ملل رو ازش پیروی میکنه و آمریکا از قوانین سازمان ملل پیروی نمیکنه، ولی در آخرش ببینید کشورهایی که قدرتمند هستن، اونهایی که زور بیشتر دارن، میتونن با اعمال زور قوانین بین‌الملل رو به نفع خودشون تغییر بدن. مهمون قبلیتون از اندیشکده هادسون گفتن آخرش اینه که وکلای آمریکا میتونن بهانه بیارن در اون وسط‌های قوانین بین‌الملل یک سوراخی پیدا بکنن و توجیه بکنن، همونطور که جنگ عراق توجیه شد اونطوری. ولی به نظر من آخرش اینه که جمهوری اسلامی تهران الان داره خودش رو به عنوان کشوری نشون میده که از قوانین بین‌الملل پیروی میکنه، و آمریکا داره به دولت ترامپ متاسفانه طوری هستش که در جاهای مختلف، نه تنها فقط در مورد ایران، در جاهای مختلف شروع کرده نشون دادن به اینه که به صورت تک جانبه عمل میکنه، از سازمانهای بین‌المللی میاد بیرون، از رژیمهای حقوقی برای کنترل سلاح میاد بیرون، تا حالا چندین به اصطلاح قرارداد ازش اومده بیرون. متاسفانه این وجود داره، ولی آخرش اینه که چون آمریکا زورش رو داره به عنوان ابرقدرت داره زور میگه به کشورهای دیگه. فقط هم آقای علوی نگرانی مربوط به مثلا آمریکا نیست، خیلی از کشورهای همسایه ایران هم الان موضعشون رو روشن کردن، امارات متحده عربی و عربستان سعودی و بحرین و چند کشور دیگه، که نباید گذاشت ایران به بازار اسلحه دست پیدا بکنه. آیا
این کشورهایی که در پیرامون ایران هستند میتونن از منظر حقوقی و از منظر بین المللی و از منظر بهره تبلیغاتی به آمریکا کمک بکنند؟ بله، خب بالاخره اینا با بسیار اون رابطه شون که با آمریکا هست و رابطه خیلی قوی هست که حالا هر با هر دو حزب در واقع، خب این یه موضوع اساسی و در واقع آمریکا طرفداری به اصطلاح دوستای خودش در منطقه میکنه. در اینجا موضوع امنیت این کشورهای خلیج فارس و کشورهای سایر به اصطلاح خاورمیانه مانند اسرائیل، خب یه چیزیه که در واقع آمریکا به عنوان میشه گفت شاید ابزاری استفاده میکنه که بتونه اون سیاست خودش رو اعمال کنه. در نتیجه خب این یه به اصطلاح بغل آمریکا یه دامینو افکت ایجاد میکنه که باعث میشه که رو آمریکا فشار باشه که آمریکا هم اون رو در صحنه جهانی پیاده کنه. در نتیجه به نظر من میاد که نگرانی اون کشورها بر اساس اینه که بله درسته که در شرایط فعلی ایران در شرایطی نیستش که بتونه سلاح بخره، چرا به علت نبودن بودجه و غیره، ولی خب این میتونه هر روزی عوض بشه. همین که اگه فروش های نفت ایران بسا دوباره برگرده این میتونه عوض بشه، ولی خب اون خطری که اون کشورها میبینن از بین نخواهد رفت. در نتیجه فکر کنم آمریکا روی این موضوع تاکید خواهد کرد و بعیدم میدونم که آقای بایدن هم به فرض انتخاب بشن فکر نمی کنم این سیاست عوض بشه. چرا؟ به دلیل اینکه به اصطلاح برداشتن چنین محدودیت‌های خیلی به اصطلاح امتیازی به آقای بایدن نخواهد داد، فقط میتونه مسائل منفی ایجاد کنه واسه ایشون و دولتشون. در نتیجه فکر کنم وضع فعلی موجود خواهد بود. ممنونم از فرهاد علوی، حقوقدان از واشنگتن دی سی، و همینطور سینا عزودی، پژوهشگر مهمان مؤسسه مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن از تامپا در ایالت فلوریدا با ما. اما کمبود انسولین در داروخانه های ایران موجی از واکنش در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده. کاربران با استفاده از هشتگ انسولین نیست واکنش نشان دادند. انسولین قلمی که تزریق آن برای بیماران دیابتی گاه تا چند نوبت در روز لازم است، از اواخر زمستان پارسال به سختی پیدا می شود. رئیس سازمان غذا و دارو ایران گفته که علت کمبود انسولین قلمی تحریم بانکی این کشور است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از ویان با ما هستند، ولی اجازه بدید که قبل از اون صدای بعضی از افرادی رو داشته باشیم که شکایت دارند. و متاسفانه هر دفعه که داروخونه مراجعه میکنم برای گرفتن انسولین، داروخونه ها اغلب یا میگن نداریم یا بیشتر از یه دونه نمیدیم. خب برای مریض دیابتی که 400 واحد روزی انسولین میزنه، یه دونه دردی و دوا نمی کنه. قیمت هم که از اون طرف داره همینطور میره بالا و بالاتر و وضعیت بدتر میشه برای تهیه دارو. مادر بنده بیماری دیابت دارن و 16-17 ساله که این دارو رو دارن استفاده میکنن. میانگین هر ماه 7 دونه از این آمپول رو استفاده میکنن که البته انواع مختلفی داره. ما سالهای گذشته هم همینجوری مشکل داشتیم برای تهیه این دارو. مشکلات همینجوری بود که شما باید بری تاییدیه پزشک رو بگیری و بری توی داروخونه‌های بزرگ یا معتبر این رو تهیه کنی. گاهی وقتا اصلا توی شهرستانی مثل شهریار که ما هستیم این دارو پیدا نمی‌شد و ما می‌رفتیم توی تهران تهیه کردیم. بعد از این کمبود ارز و دلار داخل کشورمون این دارو واقعا نایاب شده. این واقعا بازی کردن با جون مردمه. من همین ماه گذشته 4 تا 5 داروخونه بزرگ رو توی تهران رفتم و این دارو رو نتونستم تهیه کنم. توی اون نسخه که پزشک برای من تایید کرده 7 دونه در واقع آمپول برای ما گفته شده، به ما بیشتر از 3 تا 4 نمیدن. هر داروخونه هم که میگه آقا ما همین رو داریم میتونیم بهتون ارائه بدیم، اونم تازه با چه شرایطی؟ شرایطش اینه که شما این دارو رو با 7 برابر 8 برابر قیمتی که سال گذشته تهیه می‌کردی تهیه می‌کردی. کمبود انسولین قلمی و دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش با ما هستن. آقای دکتر نایب هاشم، هم پزشکید و هم فعال حقوق بشر، وضعیت هم شنیدیم که بسیار نگران کننده است. مشکل در کجاست؟ کاستی رو از کجا میدونید؟ خب کاستی چندین جنبه داره. یکی خب مشخصا تحریم ها تاثیر خودش رو گذاشته، به مرور کمبود ارز هست در این ارتباط و تحریم ها یکی از اثراتی که داره بر روی فساده و گسترش میده فساد، و به اضافه اون مجموعه عدم کارآمدی و عدم در واقع برنامه‌ریزی درست
در حکومت باعث شده که این مسئله، این مشکلات مضاعف بشه، به اضافه حالا مشکلات دیگه که میتونه مسئله کرونا و امثال اون به وجود بیاره. خب گفته میشه که وقتی که انسولین رو وارد کردن 70% این میزانی که انسولین ها رو قلمی رو وارد کردن اصلا به کشور، در کشور توزیع نشده و مستقیما در کشورهای همسایه توزیع شده. تفاوت قیمت ها در داخل کشور و کشورهای همسایه و در دنیا موجب شده که خب مقدار زیادی از این اقلام دارویی از کشور خارج بشه. گفته میشه که 600 میلیارد تومان مخارج در واقع وارد کردن انسولین هست و بیشترین ارزبری رو داره در میان داروهایی که به کشور وارد میشه. خب میدونید که خب 5 میلیون تا 8 میلیون بیمار دیابتی داریم که 600 هزار نفر اونها نیازمند تزریق انسولین هستن و انسولین هم جایگزین نداره. یعنی اینکه وقتی یک بیمار نیاز به انسولین داره، حالا دارن برمیگردن به سیستم های قدیمی، انسولین های وایال سعی میکنن استفاده بکنن، در حالی که خب این سیستم نسبت به سیستم جدید که خب بسیار سیستم درستری هست، هم سیستمی هستش که ساده تر کاربری داره، همین که سیستمی هستش که دقیق تر هست و حمل و نقلش راحت تره، موجب شده خب 75% مردم از انسولین های قلمی استفاده کنه و مسلمه که بازگشت به سیستم های گذشته که سالها پیش بوده به راحتی میسر نیست. آقای دکتر، موارد متعددی رو که به عنوان عامل برشمردید تقریبا همش برمیگرده به تحریم و فشار خارجی. منظورتون این هست که تناب تحریم ها الان افتاده بر گردن بیماران انسولینی؟ بله، متاسفانه ما به هر حال میدونیم که در تمام این سالها به عنوان مدافعان حقوق بشر مخالف تحریم های اقتصادی بودیم، چون این تحریم ها گاهی اوقات هرچند که نام هوشمند رو بر روی خود داره، واقعیت اینه که هوشمند نیست و فشار رو بیش از اینکه بر حاکمیت ها وارد بکنه بر مردم وارد میکنه و مسئله در واقع امنیت غذا، امنیت دارو از ابتدا مطرح بود. ما در شورای حقوق بشر بارها این موضوع رو مطرح کردیم، گزارشگر ویژه مربوط به تحریم ها راجع به این موضوع برخورد کرده، گزارشگران ویژه ایران آقای احمد شهید، بعد از اون خانم عاصم جهانگیر و اکنون آقای جاوید رحمان نسبت به این در گزارش های خودشون اشاره میکنن و همچنین آقای گوترش در گزارش خودشون. تحریم مادر تمام این نابسامانی ها هست، ولی که تنها تحریم نیست. یعنی وقتی که تحریم هست پد مثلا در دوره، ولی آقای نایب‌پاشا آمریکایی‌ها میگن که مشخصا دارو از تحریم معافه. بله، دارو از تحریم معاف هست، ولی که این باید این دارو به دست مردم برسه. مسائلی که هست یکی اینکه مشکلات با بانکی هست که بانک‌ها برای اینکه راحت باشند عملا هیچ امکان معینه رو ترخیص نمی‌کنن، آزاد نمی‌کنن بسیار از انتقالات رو. وقتی انتقال‌ها صورت می‌گیره توسط افراد فاسد صورت می‌گیره. گفتم که 70% این داروهای خریداری شده اصلا به ایران نرسیده، این داخل، اگرم به ایران اومده بلافاصله از کشور خارج شده به جاهای دیگه رسیده. وقتی ما پدیده‌های مثل بابک زنجانی ها رو در دوره گذشته داشتیم، در این دوره هم داریم. به اضافه اینکه خب حکومتیان یک برنامه مشخص ندارن، یعنی هیچ مشخص نیست که چگونه میخوان رفتار بکنن با، یعنی یک استراتژی داشته باشن در رابطه با مسائل دارویی ما مشاهده نمی کنیم. بنابراین همونجور که در مورد کرونا رفتار متناقضی رو پیش می گیرن، در مورد انسولین هم، در مورد دارو هم همینطور هست و خب دودش میره به چشم مردم. تحریم ها به طور کلی بر مردم فشار آورده در رابطه با داروها، در رابطه با غذا. ما الان مشکلات غذایی هم داریم علاوه بر اون، و انسولین یکی از مهمترین شاخص هست. ما تا حالا بیشتر مشکل داشتیم در رابطه با بیماری های خاص و داروهای بیماری های خاص، ولیکن بیماری قند از بیماری فشار خون از بیماری هایی هستند که بسیار گسترده هستند در جامعه و حالا مسئله کرونا هم بر اون اضافه شده. الان گریبانگیر مردم مسئله در واقع انسولین هست که یکی از مهمترین در واقع داروهایی هستش که شاخص سلامتی هست در این ارتباط. قطعا همه اینها در واقع پله پله به دنبال هم هست. سپاسگزارم از دکتر حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش با ما. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در اولین روز سفرش به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. آقای عبدالله با رئیس جمهوری، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و بعضی از مقام‌های دیگر این کشور هم دیدار می‌کند. گفته شده که این سفر به دعوت ایران و به دنبال سلسله سفرهای منطقه‌ای آقای عبدالله برای جلب حمایت این کشور از روند صلح در افغانستان صورت گرفته.
آقای عبدالله پیشتر به پاکستان و هند رفته بود. احمد ادریس رحمانی تحلیلگر امور افغانستان از پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا با ما هستند. آقای رحمانی، آقای عبدالله به پاکستان و هند سفر کردن، الان هم به ایران. این سفری تشریفاتی و تبلیغاتیه یا فراتر از اون؟ با سلام و درود، من فکر میکنم فراتر از اون است. آنچه ما داریم در دوحه به مشاهده هستیم یا به نظاره هستیم، من فکر میکنم یک سلسله از تعاملات سیاسی و مذاکرات سیاسی است که اساسا در سه میدان داره به اصطلاح حل و فصل میشه. یکی در میدان میز مذاکره در خود دوحه است که در این روزها به شدت در بنبست گرفتار است و پیش نمیره، و به همین دلیل دو میدان دیگه باز شده که به یکی میدان دیپلماسی است در سطح منطقه و یکی هم میدان جنگ در ولایات مختلف افغانستان، و تا حد امکان طرف های درگیر کوشش دارن راه حل از راه های مختلف تا ببینن که در کجا می آفن. من فکر می کنم سفرهای آقای عبدالله بر هند و پاکستان و آل بر ایران یک گوشه ازی است. احتمالا دو سه چیز می توانید حدس بزنید. یکی که احتمالا می خواهند تا حدود کشورهای منطقه را از در تا حد امکان تشویق بکنن که در حمایت از اهداف و موقف دولت افغانستان حمایت در میز مذاکره در قطر حمایت پشتیبانی بیشتر بکنند، تا به این شکل تا حدود در میز مذاکره یک موقف نسبتا بهتر پیدا بکنند. بله. وقتمون کمه، ببخشید حرفتون رو قطع کردم. آمریکایی‌ها خب البته هر از گاهی ایران رو تهدید میکنن که نقشی مخرب دارند در پروسه صلح افغانستان. میدونیم که رابطه ایران آمریکا خب رابطه پرتنشی است. آیا میشه فهمید که آنچه که بین دولت افغانستان، آمریکا و طالبان در حال رخ دادن هست به نفع ایران یا به زیان ایران؟ ما مطمئن هستم ایران با یک دغدغه بسیار نسبتا جدیتر روبرو است، چون در بین طالب ها و امریکایی ها یکی را باید انتخاب بکنند. به همین دلیل ما فکر می کنم آقای عبدالله احتمالا کوشش دارند برایشان تا حد امکان بیشتر کوشش بکنند در محافل بین المللی ایران بیشتر به طرف موقف دولت افغانستان جلب بکنند، و چون چیزی که گفته میشه که احتمال ایران از طالب ها حمایت میکنند، تا حد امکان اگر بتانند به زعم خودشان با ایران از اون موقف پایان تر بیارند تا بیشتر و بیشتر از گریبان را که دولت در میز مذاکره میخواهند به اصطلاح سر بلند بکنند، از این گریبان حمایتشان بکنند. من فکر چیز بسیار زیاد منطقی همی به نظر میرسه. فراتر از او بسیار مسائل دیگه هم مسائلی به نسبت وقتی که شما دارید نمیشه تمام زیر صحبت کنیم. و خیلی کوتاه، وقتی که آمریکا چنین فشار رو بر روی ایران گذاشته که همه ما شاهدش هستیم، چقدر انتظار همکاری میشه داشت از ایران مشخصا در زمینه افغانستان؟ من فکر میکنم ایرانی ها در این مقطع زمان بهترین همکاری را کرده میتونی است که تا حد امکان با پروسه قطر مخالفت بسیار شدید را انجام ندن، و در این زمان طالب ها را بیشتر تشویق به این نکنند که در این مذاکره کنار نبیند با وعده و وحید. من فکر میکنم در حد اقل امی چیز است که میتونم ولی در رابطه با آینده افغانستان من مطمئن هستم ایرانی ها در یک موقف نسبتا بلا تکلیفی قرار گرفتن، به خاطر از یک طرف با ناچار هستن با افغانستان کنار بیان که در او امریکا است، و یا هم از طرف دیگه با افغانستان که امریکا نیست ولی در عوضش طالب ها بیشتر در قدرت است. به اون خاطر من فکر دولت از این موقف تا حد بسیار خوب استفاده میکنه، میرن میگن که بهتر از موقف ما حمایت بکنین تا طالب ها در ما ادغام شود، تا به اون شکل امنیت نسبی را که شما انتظار دارین در عدم حضور امریکایی ها بتانیم براتان مهیا بسازیم. ممنونم از احمد ادریس رحمانی تحلیلگر امور افغانستان از پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا با ما. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمهوری آذربایجان و ارمنستان خواسته که به توافق جدید آتش بس میان خود پایبند باشند. آنتونیو گوترش گفته که حملات کور به غیر نظامی ها کاملا غیر قابل قبول است. از دیشب بار دیگر میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان آتش بس اعلام شد، اما این بار هم دو طرف یکدیگر را به شکستن آتش بس متهم کردند. هدف از آتش بس رد و بدل کردن اسیران و اجساد کشته شدگان است.
جمهوری آذربایجان اعلام کرده که به صورت یک جانبه حاضر است اجساد کشته شدگان ارمنی را تحویل بدهد. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. عشق olsun آذربایجان اردوسونا. امروز 29مین سالگرد اعلام استقلال جمهوری آذربایجان است. در این 29 سال برای نخستین بار است که ارتش پیروزمندانه به بخش‌هایی از جنوب غرب این جمهوری وارد می‌شود. دیروز آذری‌ها به پل خدایآفرین بر رود ارس رسیدند. شماری از آذری‌های ایران از این سوی ارس برایشان هورا کشیدند. اما امروز ارتش جمهوری آذربایجان اعلام کرده که نیروهایش در همین منطقه خدایآفرین زیر آتش ارمنی‌ها رفتند که آتش بس را شکستند. ارمنستان تکذیب کرده. متقابلاً آذری‌ها را به شکستن آتش بس متهم کرده. مانند هفته پیش این بار از همان نخستین ساعت اعلام آتش بس از رد و بدل آتش خبر می رسد. آذری‌ها می گویند این بار از داخل خاک ارمنستان با آنان شلیک شده. در جبهه شمالی و منطقه تاووش یا توبوز که همین 3 ماه پیش صحنه درگیری کوتاه مدتی میان آذری‌ها و ارمنی‌ها شد. اینکه درگیری به خاک ارمنستان کشیده شود شاید در خود ارمنستان هم طرفدار داشته باشد. به نظر نمی رسد ارمنی ها خیلی به پایدار بودن آتش بس دل بسته روی آن حساب کرده باشند. خواست ارمنی ها این است که ارتش روسیه که در کشورشان مستقر است با عنوان پاسدار صلح وارد عمل شود تا این گونه جلوی پیشروی آذری ها که برتری نظامی چشمگیری دارند گرفته شود. ورود روسیه به معرکه هم لازمش کشیده شدن درگیری به خاک ارمنستان است. از اظهار نظرهای مقام‌های روسیه چنین برمی‌آید که در برابر آزاد شدن خاکی که در اشغال ارمنی‌ها بوده نمی‌توانند کاری بکنند، اما می‌خواهند قره‌باغ و بخشی از خاک جمهوری آذربایجان که قره‌باغ را به ارمنستان وصل می‌کند تا تعیین تکلیف نهایی قره‌باغ در دست ارمنی‌ها بماند. مرتضی فرهمند، BBC. ماتیو برایزا سفیر پیشین آمریکا در جمهوری آذربایجان از استانبول ترکیه با ماست. آقای برایزا معاون پیشین دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا هم بودند و همینطور رئیس مشترک پیشین گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا. آقای برایزا، چقدر میشه به این آتش بس امید بست؟ مثل آتش بس قبل که خیلی زود با شکست مواجه شد و هر طرف دیگر رو متهم کرد که آتش بس رو زیر پاش گذاشت، من فکر میکنم جمهوری آذربایجان پیشرفت های چشمگیری طی روزهای اخیر داشته که در یک موقعیت قوی تری در مذاکره با ارمنستان قرار میده و بهش این انگیزه رو میده که اجازه بده آتش بس ادامه پیدا بکنه، ولی آتش بس ضعیفی هستش متاسفانه در حال حاضر. ادامه درگیری به نفع کدوم یکی از طرف هاست؟ آیا همچنان همونطور که اشاره کردید جمهوری آذربایجان خواهد توانست دست بالای خودش رو حفظ بکنه؟ من فکر میکنم طرف ارمنستان خیلی میخواد که آتش بس ادامه پیدا بکنه، چون همونطور که شما گفتین جمهوری آذربایجان الان دست بالا رو داره. در عین حال طرف آذربایجان الان خیلی خوشحال هستش از طرف حمایت‌هایی که آذری‌های ایران نسبت بهش ابراز کردند. آذری‌های ایران نسبت به اقدامات نظامی جمهوری آذربایجان ابراز حمایت کردند و آذربایجان به این دلگرم هستش و بله، در حال حاضر فکر می‌کنم که اونها دست بالا رو دارن، ولی در عین حال فکر می‌کنم که اگه جمهوری آذربایجان خیلی سریع بخواد مواضعش رو جلو ببره، پرشتاب مواضعش رو جلو ببره، خودش در یک موقعیت آسیب‌پذیر قرار میده. برای همین فکر می‌کنم الان یه آتش بس به نفع هر دو طرف خواهد بود. دفعه قبلی که ما با هم صحبت می‌کردیم شما کمی گله‌مند بودین از اینکه آمریکا وارد نشده در این درگیری‌ها. هیچ علامتی دیده میشه، هیچ تمایلی از طرف آمریکا دیده میشه که وارد بشه در نقش میانجی مثلا؟ Yeah, you're right.
بله حرف شما درسته. من اون حرف رو زدم برای اینکه من میانجیگر سابق آمریکا در این درگیری بودم. میانجیگران که طرف‌های میانجی در این درگیری آمریکا، روسیه و فرانسه بودند. طی 11 سال گذشته ایالات متحده اون نقش فعال رو نداشته. من فکر میکنم واقعا لازم هست که آمریکا نشون بده که در بالاترین سطح مهم هست براش که این وضع به کجا بکشه، که هم جمهوری آذربایجان هم ارمنستان این احساس امنیت رو بکنن، خیالشون آسوده باشه که روسیه خیلی فشار نیاره برای راه حلی که به نفع خودشون باشه. بله، برای همین من یه ذره سرخورده هستم که آمریکا خیلی دخالت نکرده و بدبین هستم. فکر نمی‌کنم آمریکا خیلی دخالت بکنه، چون می‌دونید ما به هر حال 2 هفته مونده به انتخابات و در میانه این ویروس واقعا وحشتناک کرونا یه خلأ سیاسی ایجاد شده که این خلأ رو روسیه و ترکیه پر کردن. جمهوری آذربایجان تلاش کرده رابطه خوبی با ناتو داشته باشه، در گذشته با آمریکا داشته باشه، روابط تجاری با اسرائیل داشته. اگر این طور باشه که آمریکا وارد نشه، آیا به معنای نخواهد بود که تعیین کننده امورات کشورهای اون منطقه روسیه خواهد بود و در نهایت این کشورهای کوچکتر راهی نخواهند داشت غیر از اینکه با روسیه کنار بیان؟ این خیلی سوال خوبیه و نشانگر پیچیدگی وضعیت سیاسی در این منطقه و در روسیه هست. من فکر میکنم در حال حاضر روسیه مهمترین بازیگر خارجی هست در منازعه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ولی من این رو هم میدونم در داخل نظام سیاسی روسیه هم ساکنان ارمنستان و هم ساکنان جمهوری آذربایجان ساکن روسیه و پولدارهای این منطقه که نفوذ زیادی در روسیه دارن میتونن نقش مهمی در تصمیم گیری های روسیه داشته باشن. این خودش عامل مهمی هستش. با در نظر گرفتن اینها، بله، روسیه مهمترین بازیگر هست. من دلم میخواست که کشور من آمریکا واقعا نقش مهمی رو داشت، ولی در این حال ترکیه هم نقش بسیار بارزی رو داره در کمک کردن به جمهوری آذربایجان برای پیش برد اقدامات نظامیش. من امیدوار هستم که این درگیری‌های نظامی هر چه زودتر به پایان برسه، چون هیچکی نمیخواد ببینه اینقدر آدم بیشتری کشته بشن، چون جمهوری آذربایجان کلی از ترکیه سلاح خریده، تسلیحات خریده، از مشاورت‌های نظامی ترکیه بهره برده و الان داره از این مزیت الان استفاده می‌کنه. ولی همونطور که به شما گفتم، امیدوار هستم که در اسرع وقت این درگیری نظامی به پایان برسه. آقای برایزا، خیلی ممنون. ماتیو برایزا، سفیر پیشین آمریکا در جمهوری آذربایجان. نان عزیز سفره‌های ایرانیان است، ولی حالا در چند شهر و شهرستان ایران صف‌های نان و قیمت‌های بالاتر در بعضی نانوایی‌ها باعث نگرانی مردم شده. از یک طرف دولت می‌خواهد نانوایی‌ها طبق سهمیه آرد یارانه‌ای و بهای مصوب آن نان به مشتری‌ها بفروشند. از طرف دیگر نانوایی‌ها می‌گویند حتی آرد یارانه‌ای و دیگر کمک هزینه‌های تهیه نان کفاف مخارج آنها را نمی‌دهد و می‌خواهند بهای نان بیشتر شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. نان به نرخ روز خوردن کنایه از سودجویی است، ولی نه در مورد مردم نگران و تهیدستی که میخواهند فردا هم بتوانند نانشان را به همین نرخ مصوب امروز بخورند. نون گرونه، واقعا نون گرونه. مادر گرون شده، ولی همون مقدار چونه ها کوچیکتر ولی گرونتر. بعضی نانوایی ها را متهم کردند که باعث بانی این صف های طولانی یک ماه اخیر هستند. دولت میگوید سهمیه آرد نانواها را با نرخ دولتی به آنها میدهد، پس نانوا حق ندارد قیمت نان را بالا ببرد. این دعوا سالها ادامه داشته، اما حالا نانواها مصمم شدند کوتاه نیایند. بیا چه با فروش آرد سهمیه‌ای در بازار آزاد به جای فروش نان به قیمت‌های مصوب، چه با کم کردن ساعت کار نانوایی‌ها، چه با این گونه کنایه‌ها به دولت، و چه در بدترین حالت احتکار هزاران کیلوگرم آرد در انبارها. اما زندگی نانواها هم باید بچرخد. تعداد سهمیه آرد خبازان نکاح کمه.
اگر قرار است مثل این نانوا در نکا بکوشند برای خدمت به مشتری مایه بگذارند. تو کارخانه بود قیمت 90 تومان. اون ما میگفت که اشکال نداره 20 تومان 30 تومان سود کنیم اشکال نداره. الان تو کارخانه شده کیسه 200000 تومان یک نهار. من 80 تا آرد گرفتم 13 میلیون. دارم هر کیسه 100000 تومان ضرر میکنم الان. ولی قیمت نان فقط بسته به قیمت آرد نیست. تهیه نان هزینه های دیگر هم دارد که اتحادیه های نانوایی میگویند دولت باید در نظر بگیرد. به حسب ما افزایش قیمت گاز داشتیم، آب بوده، حقوق کارگر بوده، پرداخت مالیات بوده و هزینه های جانبی یه چیز طبیعی هست. خب برسای شما خانواده این رو هم در نظر بگیرید، اون کارمندانی که داخل مغازشون کار میکردن، اون کارگرهای کار میکردن، اونا هم نیاز داشتن، برسای شاید همیشه گرون شده بوده. خب این حق و حقوق هم بود که ما باز بیایم و یه حرکتی بکنیم که یه افزایشی داشته باشید، برای اینم که اینا امورات زندگیشون بشن. هر روز که از صفهای طولانی نان در کردستان و آذربایجان شرقی میگذرد، دولت زیر فشار بیشتری میرود. برای اینکه نان یک کالای استراتژیک است، مخصوصا که برای خیلی ایرانی ها جبران کوچکتر شدن سفره غذاهایشان را هم میکند. دولت از یک طرف با بازار شایعاتی مثل در پیش بودن قحطی و کمبود آرد و قاچاق نان به ارمنستان روبروست و از طرفی میداند که تا مسئله را از ریشه گندم حل نکند، مشکل امروز به خطر فردا تبدیل می شود. گندم کارها می خواهند پولی که دولت برای خرید گندم با آنها می دهد بیشتر شود، زیرا قیمت کود و بذر بیشتر شده. وقتی قیمت مثل الان پایین باشد، کشاورز گندمش را در بازار می فروشد که نهایتاً سر از دامداری ها و مرغداری ها در می آورد. پیام کارشناسان به دولت این است: برای اینکه گندم ایران به نان مردم بدل شود تا به خوراک مرغ و دام، باید شکم کشاورز را سیر نگه دارید تا هم صفهای طولانی نان و معطلی مردم تمام شود، هم روحیه نانوا و مشتری به خوبی حال این شاطرها شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. در یک اردوگاه پناهجویان در جنوب بریتانیا عده‌ای به کرونا مبتلا شدند. یک پناهجوی ایرانی میگوید با اینکه مبتلایان منتقل شدند، اصول بهداشتی در اردوگاه رعایت نمی‌شود. پرهام قبادی پای صحبت‌های این پناهجو نشسته که ماجرای سفر پرمخاطرش از طریق دریا و نگرانیش از ابتلا به کرونا را به او گفته. نمیدونم چجوری توصیف کنم این مسیر رو. خیلی خطرناک بود و اگر به عقب برگردم هیچ وقت این راه رو امتحان نمی کنم. روایت مسعود، پناهجوی ایرانی که به تازگی از کانال مانش خود را به انگلیس رسانده. از شهر کاله فرانسه سوار قایق بادی شده و با پناهجویان دیگر دل به دریا زده. پناهجویانی که بعضیشان پای قایق پشیمان شدند، اما قاچاقچیان اجازه برگشت به کسی نمیدادند. موقعی که می رسیدن دم ساحل، ترس تمام وجودشون رو می گرفت. سه نصف شب قطعا دریا خیلی ترسناکه، قایقای بادی بود، هیچ امنیتی نداشت. یه نفر می خواست برگرده و قاچاقبر به زور اونو سوار کرد، حتی یه دونم زد تو گوشش. بعضی وقتا قاچاقبرا دیگه پای مسیر از اصل هم حتی استفاده می کردن، چون مسافر نباید کنسل میکرد. اگه کنسل میکرد این ضرر سنگینی بود براشون. مسعود میگوید افراد آسیب پذیری هم در قایق بودند. 17 نفر سوار یک قایق 4.5 متری شده بودیم. خیلی میترسیده بودن. تو قایق ما یک خانم اریتریه باردار بود. من خیلی بیشتر نگران اون بودم. یه خانم دیگه بود با یه بچه کوچیک و مرد سمبالا، همه قشری بود از ملیت‌های مختلف. ترس وجود همه رو گرفته بود. مسیر دریا خطرناک و تنها چراغ راهشان نور قرمزی در سواحل انگلیس بود. فقط یک نور قرمز بود که از بندر کاله، بندر دوور مشخص بود و مجبور بودیم که اون راهو به سمت اون نور قرمز بیام. یه جاهایی که نور ناپدید می‌شد راهو گم می‌کردیم. ترس وجود همه رو می‌گرفت. حتی گاهن بعض وقتا قایق‌های می اومدن اونجا با اصطلاحاً موج میدادن، به ما دور ما میچرخیدن که ما رو اذیت کنن. مسعود و همسفرانش خوش شانس بودند که به سلامت به انگلیس رسیدند. پلیس از آب نجاتشان داد. اما این پایان مشکلات نبود.
او حالا به اردوگاه پناهجویان در جنوب انگلیس منتقل شده، جایی که ناگهان مهمان ناخوانده خطرناکی سر رسیده، کرونا. در این سربازخانه متروکه در شهر فوکستون که به اردوگاه مردان تبدیل شده. اینجا بنده خدای تو این اتاقچه است. اینجا کرونا گرفته بود تو این روی این تخت. بعد منتقلش کردم بیمارستان و دیگه نموند. 3 روز ما رو قرنطینه کردم و بعد قرنطینه ما رو آزاد کردم و هیچ گونه استریلی هم اینجا نشد. الان یه نفر ایرانی رو آوردن جای اینجا، جای بنده خدا. اینم دیروز بردن، خونریزی داخلی داشت و این حرفا. اینم به کرونا مبتلا شده. امروز مستقیم باش صحبت کردیم از بیمارستان، گفت بله منم کرونا گرفتم. دیروز گروهی از راستگرایان ضد مهاجر جلوی اردوگاه تجمع کردند. اینجا مردی فریاد میزند به اسلام برگردید. احتمالاً منظورش به کشورهای مسلمان است. اما گروهی بزرگتر همینجا جمع شدند تا از پناهجویان استقبال کنند و به آنها خوش آمد بگویند. تعداد مهاجرانی که از کانال مانچ عبور می‌کنند تا خود را به انگلیس برسانند امسال چند برابر شده. اما ماه پیش خبر یک اقدام جنجالی دولت بریتانیا به مطبوعات درز کرد. بررسی امکان انتقال و نگهداری پناهجویان در خارج از سرزمین اصلی این کشور. طرح مورد نظر انتقال پناهجویان به جزیره اسنشن و سنت هلنا بود، از جزایر برون مرزی بریتانیا در اقیانوس اطلس. جزیره اسنشن بیش از 6000 کیلومتر و جزیره سنت هلنا بیش از 8000 کیلومتر با سرزمین اصلی بریتانیا فاصله دارد. پسره امروز تست کروناش مثبت در اومده، برای دومین نفر که روی تخت میخوابید. اما دغدغه مسعود فعلا سالم ماندن در اردوگاهی است که ویروس کرونا به آن نفوذ کرده. واقعا اینجا خیلی وضعیت بده، امیدوارم به ما رسیدگی بشه. ما مجرم نیستیم، ما برده نیستیم، ما پناهنده هستیم. درخواستی آشنا، انتظار حد اقلی پناهجویان. پرهام قبادی، BBC. این برنامه 60 دقیقه و همینطور برنامه های قبلی ما رو میتونید در وبسایت BBC فارسی و روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.